چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه هم کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری برفاهای من چراغ راه های من کلامت شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود درز می کنم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به یک قسمت تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید در ادامه مطالعمون از کتاب مزامیر امروز با هم مزامیر 92, 93 و 94 رو بررسی خواهیم کرد در برنامه قبلی مطالعه مزمور 91 رو به پایان رسوندیم که درباره سربلندی مسیح در وسوسه ها و پیروزی او بر شیطان بود در حالی که مزمور پیش از اون درباره قوم اسرائیل در بیابان و همینطور شکستشون در آزمایش ها صحبت کرد و امروز مطالعمون رو با مزمور 92 ادامه میدیم. میبینیم عنوان این مزمور سرود برای سبت هست و میخوایم بفهمیم مفهوم این عنوان چیه. اما پیش از اون خوش آمد میگم به مهمان برنامه برادر یوسف ریاس. درود بر شما برادر. درود بر شما. همچنین درود و خوش آمد میگم به شما حضار گرامی. برادر یوسف امروز مزامیر 92, 93 و 94 رو بررسی میکنیم. عنوان مزمور 92 سرود برای سبته. توضیحی بدید که مفهوم این عنوان چیه و سبت به چه معناست؟ سبت یک واژه ابریه. هرچند در زبان عربی هم وجود داره و نام یکی از روزهاست ولی در اصل واژه ابریه و به معنای استراحته و برای همینه که خدا زمین و آسمان را در شش روز آفرید و سپس در روز هفتم آرام گرفت. پس نام این روز سبته و به معنای استراحته بنابراین این مزمور تا زمان آرامی ادامه داره به این خاطر که وعدهای برای مقدسینه که استراحت میکنند و زمینی که آرامی میگیره و زمانی هم برای آرامش خدا هست طبق رساله ای ابرانیان فصل چهار که به نهایت و کمال هدفی میرسه که برای آسمان و زمین داشته پس برای خدا هم هست و به نظرم این مزمور تداوم امور روحانی، اخلاقی و همچنین نبوتیه و از دیدگاه و نظر تدبیری دوران خوش و آرامیه که خدا و انسان آرامی میگیرن برادر یوسفا یا معنای واژه استراحت به معنای پایان خستگی شخصی که خسته شده یا معنای دیگه‌ای هم داره در واقع وقتی میگیم خدا در روز هفتم استراحت کرد من منظور این نیست که خدا خسته شده و استراحت کرده بلکه منظورش اینه که خدا رو تموم کرده و زمانی که میبینه هرچه به دستان او ساخته شده بسیار نیکوست آرامی میگیره یک شخص استراحت میکنه مثل زنی که میگه تا وقتی دخترش ازدواج نکنه آروم نمیگیره این زنو چی خسته میکنه استراحت و آرامی در اینجا به معنای اینه که عواطفش زمانی آروم میشن که فرزندانش به جایی برسن او برای اونا در نظر گرفته یعنی احساس رضایت دقیقا مثل یک هنرمند که اثرش رو به پایان میرسونه و احساس آرامش میکنه درسته اجازه بدین آیاتی از این مزمور رو با هم بخونیم بفرمایید میفرماید شکرگزاری از تو ای خداوند چه نیکوست نام تو ای خدای متعال شایسته شکر و سپاس است صبحگاهان به خاطر محبت پایدارت و شامگاهان به سبب وفاداریت تو را سپاس میگوییم تو را با ساز دهتار و نغمه بربت سپاس می گوییم. تو ای خداوند مرا با کارهای عجیبت شادمان ساخته ای. بنابراین به خاطر کارهایت با شادی میسرایم. ای خداوند کارهای تو چقدر شگفت انگیز و افکار تو چقدر عمیق است. شخص نادان آن را درک نمی کند و احمق معنی آنها را نمیفهمد. اگرچه مردم شریر مانند علف هرزه برویند و اشخاص بدکار کامران گردند، سرانجام برای همیشه از بین خواهند رفت. اما تو ای خداوند تا ابد متعال هستی دشمنان تو ای خداوند هلاک خواهند گشت و مردم شریر پراکنده خواهند شد. تو مرا مانند گاو وحشی قوی و پر از شادمانی ساختی و در آیه یازدهم اینطور میفرماید چشمانم نابودی دشمنانم را دیده و گوشهایم فریاد شریران را شنیده است لطفا توضیح بفرمایید مفهوم این آیات چیه در حقیقت خیلی خوب آغاز میکنه و میگه چه نیکوست اما منظورش از این عبارت چیه و چه چیزی نیکوست شکرگزاری از توی خداوند چه نیکوست نام توی خدای متعال شایسته ی شکر و سپاس است در حقیقت منظور از این آیات اینه که عادت شکرگذاری، ستایش و متبارک خوندن نام خداوند بسیار نیکوه. صبحگاهان به خاطر محبت پایدار و شامگاهان به سبب وفاداریت تو را سپاس میگوییم. یعنی این طور میگه که وقتی شب میشه، کارها و وفاداری خداوند رو در تمام روز به یاد میارم و او را شکر میگم. من روزم رو با یادآوری محبت پایدار و طلب همین محبت خدا در تمام روز شروع میکنم. در نتیجه اعلان محبت خداوند در صبح و امانت خداوند در شب کار نیکوییه و البته بعدش هم درباره کارهای خدا در آفرینش میگه تو خداوند مرا با کارهای عجیبت شادمان ساخته ای بنابراین به خاطر کارهایت با شادی میسرایم. ولی شخص نادان آن را درک نمی کند و احمق معنی آنها را نمیفهمد. کسی که اعمال خداوند را تحسین نمی کنه و نمی تونه عظمت خداوند را در این آفرینش عالی ببینه کسیه که فکر میکنه همه چیز خود به خود آفریده شده و نمیتونه ببینه که دست و حکمت و بزرگی خدا در کاره و به گفته این مزمور این شخص نادان و احمقه در مقابل این نادانی و حماقت در آیه دوازده درباره انسانهای نیکوکار صحبت میکنه بله. و تعریفی از انسان نیک و پارسا ارائه میده برادر یوسف لطفا در این باره توضیح بدید در واقع در اینجا یک تضاد رو میبینیم در آیه هفت میگه اگر چه مردم شریر مانند علف حرز برویند و اشخاص بدکار کامران گردند ولی افراد عادل و نیک مثل علف نیستند که رشد میکنند و ناگهان هم ناپدید میشن بلکه در آیه دوازده میخونیم نیکوکاران مانند نخل رشد نموده و مانند صدر لبنان نمو خواهند کرد درخت نخل به ما از پیروزی میگه و درخت صدر از جلال عمر این درختان طولانیه و استقامت زیادی دارن. ریشه نقل به عمق زیادی نفوذ میکنه برای همینه که در بیابان یافت میشن. و همچنین درخت صدر ریشه عمیقی داره. در حالی که علف خیلی سطحیه و همچنین ضعیف از بین میرن. نابود میشن. برای همینه که شریران مثل علفن و ریشه واقعی ندارن. در حالی که عادلان و نیکان در خدا استوارند. برای همینه که میگه مثل درخت نخل رشد میکنند و مثل درخت صدر لبنان نمو میکنند در داستان دانیال این رو میبینیم دشمنان او مثل علف بودند درسته و هنگامی که در چاه شیران انداخته شدند تمامی اونها به همراه خانوادهشون از بین رفتند اما زمانی که دانیال در این چاه بود سربلند شد چون مثل درخت بود درسته میفرماید آنها مانند درختانی هستند که در خانه خداوند کاشته شده و در معبد بزرگ خدای ما شکفته میشوند آنها در زمان پیری نیز میوه خواهند داد و همیشه سبز و شاداب خواهند بود تا اعلام کنند که خدا عادل است و هیچ بدی در او نمی باشد. داره از کسانی میگه که در زمان پیری هم سمر میارن. بله. اینجا در توصیف زمان پیری شخص عادل و پارسا چی میبینیم؟ سخن رو با سن زیاد و پیری شروع نمی کنه. ولی این سه مرحله رو در آیات 13، 14 و 15 میتونیم ببینیم. در آیه 13 کاشته شدن رو میگه. و کاشته شدن به ما از آغاز میگه یعنی درباره دوران کودکی درختان کاشته شده در خانه خدا ولی شکوفه درباره تداوم صحبت میکنه و به نظرم به دوران جوانی اشاره داره یعنی زمانی که بهش دوران شکوفا شدن میگیم که آغاز مرد شدن و به عبارتی شروع جوانی در معبد بزرگ خدای ما شکفته میشوند و بعدش میوه آوردن رو میگه که از دوران بزرگسالی و پیری به ما میگه و این عالیه که انسانها در دوران پیری همونطور که خوندیم میوه داشته باشن و همیشه سبز و شاده آب باشن سوال اینه که چرا سمره میارن و چطور اتفاق میافته؟ اعلان میکنند خداوند نیکوست وقتی با یک پیر مرد که سنی ازش گذشته برخورد میکنیم یا با یک پیر زن مواجه میشیم که همیشه از کارهایی که خداوند در زندگیش انجام داده و یا از تجربیاتشون از خدای امین میگه متوجه میشیم که حرفاشون خیلی عالیه. مثل آخرین سخنان یعقوب، موسا، داوود و پولس که همه اونها از امانت خداوند گفتند و میگه آنها در زمان پیری نیز میوه خواهند داد و همیشه سبز و شاداب خواهند بود تا اعلام کنند که خدا عادل است و هیچ بدی در او نمی باشد برادر ما مقدسین رو میبینیم که واقعا خدا ترسن و بیش از 90 سال سن دارن بله و بیماری باعث شده که همه چیز رو فراموش کنن حتی نام فرزندانشون رو اما وقتی نام خداوند رو میشنوند درباره او و آیات کتاب برسته. مقدس صحبت میکنن حقیقتا این افراد با وجود سالخوردگی و همینطور بیمار بودن باز هم ثمر میارند ممنونم اجازه بدید استراحتی کوتاه داشته باشیم بینندگان گرامی به زودی برمیگردیم با ما همراه باشید آیا شما امروز میخواهید کاری نیکو انجام بدهید آیا شما تمایل دارید که به مسیری نیکو هدایت شوید اگر چنین است، خداوند را برای موقعیتی که در آن هستید شکر کنید. نام عظیم او را تمجید کرده و جلال دهید. می توانید در آغاز صبح و یا در پایان شب شکرگزار او باشید. برای محبت او که شما را در تمام روز محافظت فرموده و تا پایان روز مراقب شما بوده است. به دومین بخش برنامه خوش اومدید. کماکان در حال مطالعه مزمور 92 هستیم و وقتش رسیده بریم و با هم سال هزار رو بشنویم سالی هست درایه دهم اینطور می‌فرماید و اما شاخ مرا مثل شاخ گاو وحشی بلند کرده ای لطفا درباره این آیه توضیح بدید به ویژه شاخ گاو وحشی برادر مفهوم این واژه ها چیه شاخ در کتاب مقدس نمادی از قوته گاو وحشی هم نمادی از قوته و قوی ساختن نمادی از قدرت میگه تو مرا مانند گاو وحشی قوی و بعد از اون میگه و پر از شادمانی ساختی و روغن و شادمانی در کتاب مقدس تصویری از روح القدسه بیاین با هم به آخرین آیه مزمور 75 یعنی آیه 10 نگاه کنیم او قدرت شریران را در هم خواهد کوبید و نیکوکاران را سربلند خواهد نمود بنابراین عادلان به واسطه ای دو چیز شناخته میشن که اولین خصوصیت قوته دلیل قدرت اونها روغن تازه است اما روغن تازه چیه؟ اون روغن روح القدسه و میخونیم تا به وسیله روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید وقتی روح القدس منو پر بسازه به هم قوت, قوت تازه, تازه میبخشه و دقیقاً، می بله کنه. یک قوت تازه و جدید میبخشه بسیار خوب میریم به مزمور بعدی یعنی مزمور 93 لطفاً توضیحی بفرمایید درباره عنوان و موضوع اصلی این مزمور. این مزمور با عبارت خداوند پادشاه است شروع میشه یعنی خداوند سلطنت میکنه و میتونیم عنوان خداوند سلطنت میکنه رو براش انتخاب کنیم. ولی سوال پیش میاد که مگه خدا الان سلطنت نمیکنه در حقیقت بله، توصیح به دیدای خدا الان پادشاهه بله در واقع خدا پادشاه است ولی از طرف دیگه مثلا در کتاب مکاشفه فصل 11 میخونیم که از آیه 17 به بعد میگه تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته و سلطنت را آغاز کرده ای پس این کلام در آینده اتفاق میفته یعنی زمانی که حقیقتا هیچ نامی جز نام خداوند باقی نمونه و خداوند اقوام گناکار و شیطان رو به حال خودشون گذاشته که خوش و سرگرم باشن اما روزی فرا میرسه که سر خداوند آشکار میشه و در اون روز سلطنت میکنه و پادشاهی رو به دست میگیره در مکاشفه 19 میگه خداوند خدای ما که قادر مطلق است سلطنت میکند و شادی و وجد کنیم و جلال او را بستاییم میکنن که او پادشاه زمینه بله؟ و اراده خداوند همونطور که در آسمان هست بر زمین هم انجام میشه درسته اجازه بدید دایات مزمور 93 رو بخونیم بفرمایید در این مزمور اینطور میفرماید خداوند پادشاه است او به شوکت و اقتدار آراسته است زمین را محکم در جای خود استوار نمود و جنبش نخواهد خورد. تخت تو از ابتدا برقرار بوده و تو از ازل بوده ای. ای خداوند، اقیانوس ها می و دریاها تقیان می کنند. خداوند که در آسمان ها حکومت می کند، قوی تر از امواج خروشان اقیانوس ها و تقیان دریاها می باشد. ای خداوند، احکام تو مطمئن و معبد بزرگ تو تا عبدالآباد مقدس است. در این مزمور میبینیم که مزمور نویس اشاره میکنه به سلطنت خداوند و در آیه دو اینطور میگه تخت تو از ابتدا برقرار بوده و تو از ازل بوده ای چرا میگه تخت تو از ابتدا برقرار بوده؟ میدونیم که پادشاهی خداوند در آینده است بله. مفهوم برقرار بودن تخت خداوند از ابتدا چیه؟ در واقع خدا در هر دوره و در هر زمان پادشاهه ولی اینجا کاربرد نبوتی اینه که زمانی فرا که بجز تخت پرشکوه خدا و سلطنت خدا چیزی باقی نمیمونه و موضوع اینه که خدا به تمام دشمنانش فرصت داده ولی پس از اتمام این فرصت برای این قومها و با سقوط شیطان هیچ چیزی جز تخت ازلی بر روی زمین باقی نمیمونه که این تخت پادشاهی خدا بر تمام جهانه برادر یوسف هرچند مزمور نویس به سلطنت مسیح و برقرار شدن این پادشاهی اشاره میکنه میبینیم در آیه 3 اینطور میگه ای خداوند اقیانوس ها میخروشند و دریاها تقیان میکنند او اشاره میکنه به تلاطم اقیانوس ها و درباره تقیان دریاها صحبت میکنه و از امواج خروشان میگه توضیحی بدید که در کجا و چه زمانی این اتفاق رخ میده این پیش از سلطنت مسیح. و در اینجا سیل ها تصویری از دشمنان مسیح برای مثال در اشعیا میگه همه از شرق و غرب از او و از قدرت عظیم او در حراس خواهند بود او مثل رودی خروشان و مانند بادی شرید خواهد آمد و در اشعیا پنجه و هفت این طور میخونیم اما شریران مثل دریای پرتلاتوم که امواجش از خروشیدن باز نمیستد و با خود فضولات و چیزهای کثیف را به ساحل میآورند نارامند خداوند میگوید برای گناهکاران جای امنی وجود ندارد پس دشمنان خدا میخوان آمدن سلطنت مسیح رو به تأخیر بندازن و اینو این روزها شاهد هستیم که صدای بلند و امواج سیل بلند میشه و امواج سهمگین دریاها نعره میکشن و همه اونا دوست ندارن که خداوند سلطنت کنه آیا خداوند سلطنت نخواهد کرد؟ مکاشفه باب یازده میگه زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته و سلطنت را آغاز کرده ای. در دوران حاضر سیل ها جاری میشن و امواج سهمگین دریا هم هست. ولی زمانی خواهد آمد که همه این صداها خاموش میشن و تنها خداوند و نام او باقی میمونه. و میدونیم زمانی که به این سلطنت منتهی میشه سختترین دوران برای بشریت ولی با این حال اینو میدونیم که خداوند میاد و تمام این نقشه ها رو باطل میکنه چرا که خداوند در اعلا قدرتمنده بنابراین سیل ها امواج و دشمنان ادامه دارن و دریا چیزهای ناپاک رو بیرون می‌ریزه. بله؟ و این تا اومدن مسیح در دوران مصیبت عظیم به اوج می‌رسه. درسته سپس عیسی مسیح میاد و تمامی امواج رو آرام میسازه و با سلطنتش بر زمین دلیزه. آرامش رو برقرار میکنه سپاسگزارم برادر اجازه بدید تا استراحتی کوتاه داشته باشیم بینندگان گرامی به زودی برمیگردیم با ما همراه باشید بخش برنامه خوش اومدین با هم بریم و سال هزار رو بشنویم در مزمور 94 می خونیم تو خدای انتقام گیرنده هستی. آیا این عنوان مناسب خداونده؟ به نظر من خیلی خشنه. خدای انتقام گیرنده بله همینطوره. برادر همه میدونیم که خدا محبته. آیا او خدای فیزه؟ و یا اینکه او خدای انتقام گیرنده است؟ توضیح بدید. این مشکل خیلی از انسان هاست. و میگن اگه خدا خدای فیض باشه پس نمیتونه خدای انتقام گیرنده باشه ولی میتونیم بگیم هیچ تضاد و هیچ اختلافی بین خدایی که فیزه و خدایی که انتقام گیرنده است وجود نداره و در رومیان میخونیم مهربانی و سختگیری خدا را فراموش مکن اون نسبت به آنانی که دور افتادن سختگیر است اما نسبت به تو مهربان است به شرطی که در مهربانی او بمانی و در اشعیا مسیح میگه تا اعلام کنم زمان نجات قوم به وسیله خداوند فرا رسیده است. این خدای فیزه ولی بلا فاصله میگه و شکست دشمنان آنها فرار رسیده است پس او خدای انتقام گیرنده هم هست و به هیچ عنوان قرار نیست که من از این خدای انتقام گیرنده دفاع کنم به این خاطر که این هم بخشی از مکاشفه الهی درباره خداست و فرموده خداوند از آنها انتقام میگیرد و آنها را جزا میدهد چه هولناک و مخوف است افتادن در دستهای خدای زنده این گفتار در مکاشفه کتاب مقدس ذکر شده. مردم تصویر خندهداری از خدا کشیدن که نشون میده او خدای فیزه و بدون انتقام. این اشتباهی که بگیم او خدای محبت و بدون قدوسیته. این تصویر اشتباهیه و کتاب مقدس هرگز چون این مسئولیتی رو نمیپذیره. چیزی فراتر از اینه. یکی از مزیت‌های خدا انتقام گرفتنه مثلا در رساله پولس به رومیان فصل 9 وقتی به ما درباره تحمل خدا در پیاله غضب میگه اینطور مینویسه چه می شود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد متحمل کسانی شود که مورد خشم او بوده و سزاوار هلاکت باشند؟ و به این وسیله هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند چه می شود اگر خدا بخواهد عظمت جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبلا آنها را برای جلال آماده کرده بود ظاهر سازد در کنار جلال خدا انتقامش ظاهر یعنی می شود یعنی عدالت و داوری خدا دقیقاً یعنی داوری و از طرفی هم فیض خدا در آینده فیض خودش رو نشون میده و ما الان در دوران فیضیم ولی پس از پایان دوران فیض چه اتفاقی میافته؟ روز انتقام خدا فرا میرسه و می خونیم این است آن زمان مکافات در آن زمان که تمام نوشته های کتاب مقدس به حقیقت خواهد پیوست پس انتقامی هست و باید مراقب باشیم. کسی که الان فیز رو تحقیر کنه چیزی جز انتقام در انتظارش نخواهد بود و او به خودش آسیب میزنه. بنابراین انتقام از کارهای خداونده که مربوط میشه به داوری. دقیقا. و او داور همه زمینه و تمام کارهاش عادلانه است. درسته. مزمور نویس وقتی از خدای انتقام گیرنده میگه که بلند میشه و زمین رو داوری میکنه توصیفی هم میکنه از کسانی که در حضور او داوری میشن این طور میخونیم تا به کی جنایتکاران بر خود خواهند بالید و بر کارهای خود افتخار خواهند نمود خداوند آنها قوم تو را از بین میبرند و به آنانی که به تو تعلق دارند ظلم میکنند بیوه زنان و یتیمان و غریبانی را که در این سرزمین زندگی میکنند میکشند میگویند خداوند نمی بیند و خدای اسرائیل متوجه نمی شود. برادر یوسف این اشخاص در دل خودشون میگن که خدا نمی بینه. لطفا در این باره توضیح بدید. در واقع خدا کسانی رو که خدا ترس هستن داوری نمی کنه. پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است در نتیجه اونا رو مغرور شریر و همچنین عامل گناه میدونه تهمت زنندگان قاتلین بیوهزنان و قاتلین یتیمان و کسانی که تهمت ناروا میزنند فکر میکنم اطراف ما هم چنین آدمایی هستند و این روزها مردم ناله میکنن و میگن عدالت خدا کجاست و حکومت ها چی کار میکنن چرا تا امروز شریران مجازات نشدن و در قبال اونها کاری انجام ندادند؟ در نتیجه نابودی شریران از رحمت خداونده وقتی به مزمور 136 برسیم میگه زیرا محبت پایدار او ابدی است محبت خدا پایدار و ابدیه چرا که سیهون پادشاه اموریان رو کش و اوج پادشاه باشان رو از بین برد و لشکر فرعون هم غرق شد اینم از محبت خداست نابودی شریران رحمت خدا رو نشون میده و همچنین امروز هم آرزوی ما اینه که در یک چشم هم زدن بتونیم نابودی همه شریران رو ببینیم ولی این اتفاق نمیافته چون ما در دوران فیز زندگی میکنیم ولی این فیز به زودی به پایان میرسه و خدا تمام شریران رو نابود میکنه و ملکوتش رو از هر گناه و قانون شکنی پاک خواهد کرد میفرماید ای قوم من چقدر نادان هستید کی میخواهید بفهمید آیا خدایی که گوش را به ما داد نمیشنود و یا خدایی که چشم را آفرید نمیبیند او که ملت ها را سرزنش میکند آیا آنان را مجازات نخواهد کرد آیا او که همه مردم را تعلیم میدهد خودش متوجه نمیشود خداوند از افکار آدمیان آگاه است و میداند که افکار ما بیهوده است بنابراین همه چیز به خداوند بستگی داره در این برست. باره توضیح بدید برادر میدونیم خدای ما عادل مطلقه خدا همونطور که الیهو گفته عادل و قادره در نتیجه ما وابسته به رحمت خدا و عدالت خداییم و هیچ چیزی در خدا ما رو نمیتونه بترسونه او هم عدالت و هم رحمت داره این نهایت آرزوی ماست و همچنین باعث خوشبختی ما چرا که خدا رحمت داره و برای ایمانداران نیکوه و خدا داوری میکنه تا ما رو از شریرانی که نمیخوان توبه کنن رهایی بده. او گوش را آفرید. بله. پس میشنوه. دقیقا برادر یوسف در چنایه بعد درباره محبت و کمک خدا صحبت میکنه. آیات 17 تا 19 اینطور میفرماید: اگر خداوند به من کمک نمیکرد تا به حال نابود شده بودم. وقتی فریاد کردم که میافتم، تو ای خداوند از روی محبت پایدارت دستم را گرفتی. هنگامی که استراب و نگرانی به من روی می آورد تو ای خداوند مرا تسلی می دهی و شادمان می سازی برادر مفهوم این آیات چیه؟ ایمانداران هم مثل بقیه از نگرانی و دلواپسی مستثنا نیستن می خونیم هنگامی که استراب به من روی می آورد ولی زمانهایی که دچار نگرانی میشیم خدا براش راه حلی داره توی خداوند مرا تسلی دهی و شادمان میسازی و شاید بهترین تصویر در رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل اول باشه که پولس در اونجا درباره تجربیاتش میگه که چقدر دردناک و سنگینند ولی با این حال در این رساله پولس رسول تقریبا هفت بار از آرامی صحبت میکنه خدا اجازه میده نگرانی پیش بیاد ولی آرامش رو هم میبخشه و چرا به این صورت عمل میکنه دلیلش اینه که ما هم بتونیم اشخاصی که نگران هستن رو تسلی بدیم ما آرامش میگیریم تا کانالی باشیم تا آرامش خداوند از طریق ما جاری بشه و این بسیار متفاوته که سخنان تسلی آمیز رو از شخصی بشنویم که تجربه کرده نه از شخصی که در از کسی بپرس که بیشتر از یک پزشک تجربه داره. از شنیدن سخنان تسلی بخش از شخص سختی کشیده بسیار کمک بزرگیه و ما خداوندی داریم که از هر نظر مثل ما وسوسه شده. اما اینم عالیه که شخصی مثل خودم رو در کنارم داشته باشم که از این سختی ها عبور کرده باشه و در این مسیر به من تسلی بده. سپاسگزارم برادر یوسف به پایان این برنامه رسیدیم. وقتشه درسمون رو با هزار مرور کنیم. سمر آوردن برای ایمانداران در دوران پیری نیاز داره که بذرش در کلام خداوند کاشته شده باشه درسته؟ درخت صدر و درخت نخل اشاره میکنن به پیروزی و جلال و خصوصیت افراد عادله ما هم باید این تصویر رو پیش رومون قرار بدیم چقدر عالی و زیباست که خدای ما یک خدای تکبودی نیست اصلا نمیتونیم تصور کنیم که خدا فقط یک جنبه داره نه فقط خدای فیزه بلکه او داور عادل هم هست باشد که در آغاز روز مهربانی و رحمت خدا رو بطلبیم و در پایان روز از خدا برای امانت و رحمتش تشکر کنیم برکت خدا با شما عزیزان برادر یوسف از شما هم سفاس بینندگان عزیز و گرامی با این وعده عالی و بی و با ثبات با شما خداحافظی می کنیم خداوند هرگز متزلزل نمیشه. اگر سیلاب ها قرش کنند و, کنن و دائما در حال تلاطم باشن و در تمام مراحل زندگی و پیش از بازگشت خداوند هجوم بیارن و حمله کنن باز هم خداوند متعال قدرتمندتره مهم نیست تهدید چقدر جدیه اگر شریران مثل سیل هجوم بیارن و علیهتون شورش کنن و یا بیمار شدید و حوادث پیرامونتون با شما در حال جنگن یا دشمن محاصرتون کرده باز هم خدای متعال قدرتمندتره خداوند حرف آخر رو میزنه و اقتدار همه چیز در دستان اوست. از تاریکی شب نترسید. از امواج نترسید. از سرکوبگران نترسید. از جنایتکاران نترسید. از دشمن نترسید چون خدای متعال قدرتمندتره و روزی خداوند با قدرتش به تمام این فجایع و بلایا پایان میده و تنها خداوند یکتا و نام اوست که باقی میمونه. ممنونیم از همراهیتون تا دیداری دوباره خدا با شما. قلبي تعلق بيك وعنيا عليك أنا مستنيك أنا مستنيك أنا مستنيك تمد لإيديك قلبي تعلق بيك قلبي تعلق بيك قلبي تعلق بيك يا قلبي متعلق بيك انت كل مالي قلبي تعلق بيك وبحبك يا فدي ما الباقي وحسني صخراتي القوية وفرحي دوما فيك وفرحي دوما فيك چه عجيب و من نگارت كلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین از تسلی قلب من نوری بر من چراغ راههای من کلام تو شفا بخش درد و رنج و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و ما است کلامت خدا رد ابدی و است تمامی کلامت